این مورد بیشتر بحث میکنیم با محمد علی مشل استاد دانشگاه سلام وقت شما بخیر خیلی خوش آمدید اقای سلام و تشکر اقای مشل در نخست میخوام در مورد ثبات پول افغانی از شما بپرسم به اینکه وقت زمانی که کشور چنین رویداد اینا بر که و پولی یک کشور کاش پیدا میکنه به شدت چگونه باید تدابیر روی دست گرفته شوه بله در نظام اقتصاد بازار یکی از وظایف دولت در واقع ثابت نگه داشتن ارزش پول است و اهمیت ثابت نگه داشتن ارزش پول برای سرمایه گذار است که میتونه سرمایه خود را در آینده پیش بینی کنه وقتی پول به هست سرمایه گذار نمیتانه سرمایه خود را پیش بینی کنه بنابراین ریسک سرمایه گذارها پایین میه و سرمایه گذاری نمیتانه شرایط را که با وجود میاره به نام شرایط نایتمینانی گفته میشه که در بازار میتونه باعث با وجود آمدن رکود مزمن شود حالا اینکه دولت چگونه میتونه ثبات ارزش پول را حفظ کنه بستگی به داره که کدام ابزارهای سیاست پولی رو میتونه استفاده کنه در اقتصاد عمدهترین بازیگر در عرصه پول بانک مرکزی کشور هاست بانک مرکزی عمده ترین وظیفه در بازار کنترل حجم نقدینگی است کنترل حجم نقدینگی به لحاظ تیوری های اقتصادی توسط ابزارهای مختلف دخالتی میشه به طور مثال ابزارهای مانند اوراق بهادار اوراق قرضه ذخایر پولی پسندازها همه اینها میتونه به عنوان ابزار دخالتی در بازار برای کنترل حجم پول استفاده شود اما در افغانستان متاسفانه از بین تمام ابزارها فقط سیاست لیلام اسعار به عنوان یک ابزار استفاده میشه با. که این سیاست لیلام اسعار به عنوان یک ابزار در اقتصاد پشتوانه تیوریک نداره فقط به عنوان یک مسکین است شما میفهمین که مسکین درمان درد نیست مسکین فقط تسکین دهنده درد است و فقط برای اقتصاد زمان میخره که دست در کارهای اقتصادی برای خود زمان میخره که برای اقتصاد برای حساب نگه داشتن ارزش پول یک راه حل کشف کنه و تا او زمان را فقط سیاست لیلام اثر به عنوان یک مسکین استفاده میکنه که معمولا بین سه ماه تا 6 ماه میتونه کاربرد داشته باشد در این صورت خطرناک نیست اگر از 3 ماه تا 6 ماه بیشتر میشه که درمان درد درمان نشده بلکه کن تزریق شده و این میتونه در درازمدت خطرناک باشه حالا در افغانستان ای پونزده 16 سال است از اول حکومت آقای کرزای که ما از مسکین به عنوان درمان درد متاسفانه استفاده میکنیم تا امروز و هیچ تاثیر مشهودی بالا اقتصاد نداره و این خطر اقتصاد را در دراز مدت افزایش میده به عبارت دیگر ذخایر ارزی افغانستان خلاص شدنی است یعنی تا چه زمان لولا اسعار میتانه تعادل رو بین ارزش افغانی و دلار حفظ کنه و این سیاست للام اسعار به مشکلی که باید صورت بگیره صورت نمیگیره به معنی که پول در سرایش آزاده یا پول در بازارهای داخلی افغانستان تزریق نمیشه ای دیگه چالش است که وجود داره بناهن در افغانستان مشکل اصلی ای است که ابزارهای سیاست پولی کار نمیته وقتی ابزارها در اقتصاد کار نته دلیل امدهش ای است که نایتمینانی بالای شرایط اقتصادی حاکم است به او خاطر مردم اگر دولت قرار باشه اوراق بهادار پخش کنه و حجم پول را از بازار جمع کنه و در مقابل اوراق بهادار به مردم بده مردم اطمینان را بالای حکومت نداره به خاطر ابزار سازمان های دخالتی در افانسان کار نمیکنه و اینا یک ابزار تکراری رو بارها استفاده کرده رایسته را و این نشان میده با که بابون بس در این بخش چگونه باید کار صورت بگیرن چون که شما هم شاهد هستین که امه. افزایش ارزش دلار در برابر پول افغانی بیشتر مردم از یانمن ساخته چون مواد خوراکی در بازارها افزایش پیدا کرده بله ما سوال شما رو با یک سوال جواب میتونم در قدم اول باید این رو بفهمیم که آیا ارزش پول یک مملکت بالا باشد خوبه یا پایین باشد خوبه این دو رقم میشه جواب گفت اینکه ارزش پول در یک کشور بالا باشد فقط در شرایط خوب است که او کشور مثل افغانستان وارداتی باشد در غیر او صورت ارزش پول پایین بودنش برای کشورها یک غنیمت است مثلا سالانه کشورها بالای چین فشار میاره که شما ارزش پولی خود را بالا ببرین اما چینی کار نمیکنه به خاطر حمایت از تولیدات داخلی یک از پالیسی هایی که از طریق ابزارهای پولی کنترل میشه اینمی است که ارزش پول و مملکت پایین بیه تا صادرات تشویق شه جنس و مملکت ارزان بیفته به ساده تر اگر بگویم اما در افغانستان چون ما در شرایط تولید نیستیم پایین آمدن ارزش افغانی جز پالیسی نیست بلکه جز اقدامات غافلگیرانه اقتصاد است یک زمان است که خود کشور اقدام میکنه ارزش پول خود را پایین میاره که او کنترل شده است اما یک زمان است که شرایط اقتصادی باعث میشه که ارزش پولی در کشور پایین بیاد حالا در افغانستان گزینه دومش صدق میکنه رای حل به لحاظ در اقتصاد ای است که در نظام اقتصاد بازار کنترل نرخ ارز از طریق نرخ ارز شناور صورت میگیره نرخ ارز شناور به حالتی گفته میشه که شما نرخ ارز را بدون ابزارهای دخالتی یا بدون پشتوانی دولت بانین که خودش تعادل را با پولهای برونی خودش حفظ کنه بدون دخالت دولت او امکان پذیر نیست مگر ای که شما صادرات را از کشورتان بیشتر کنین تا از این طریق اسعار از کشور بیرونی وارد شود در کشورتان در صورت ارزش پولی حفظ شده میتونه در غیر او صورت اگر کشورهای یکسر وارداتی بوده وارداتی باشد عمده ترین مشکلی که به وجود میاد اول پول ضربه میخوره و چون اصلی ترین متغیر در اقتصاد پول است جمع تمام جنبه های اقتصاد به پول ربط داره بنان وقت پول آسیب میبینه همه جنبه های اقتصاد هیچ کدامش در امان نمیمونه بنان راه حل است که دولت افغانستان رجوع کنه به مو تئوریک علمی که نظام اقتصاد بازار که در افغانستان است خب ابزارهای علمی اقتصاد بازار چی است ابزار علمی میگه که شما به طرف نرخ ارز شناور برین و بانین که میکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنه اگر دولت افغانستان بانه که بر اساس قیمت عرضه و تقاضا تعیین شود شاید یک دلار تا 100 افغانی 105 افغانی هم نوسان کنه این ابزار دخالتی دولت است که دولت دخالت میکنه و این نرخ را یک مقدار پایینتر نگه داشته ولی دولت نمیتونه ای ابزار دخالتی خود را در دراز مدت استفاده کنه ای بین نو ما شش ما اینا قابل استفاده است در غیر صورت ای یک درمان دردی خوبی نیست ای بله. که بارها بانک مرکزی تاکید شان همین بوده که اینا بر بنیاد قانون نمیتونن که در کنار دیدام دلار اینا کارهای دیگر در بخش انجام بدن که بیشتر نگرانی ها از این بابت به با وجود آمده در بخش آیا واقعا چون چیزی هست آیا بر بنیاد قانون هیچ کاری نمیشه در بخش ثبات پول افغانی کار صورت بگیره ببین بانک در واقع یا تمام تقصیرها رو نمیشه بگرداند دافغانستان بانک انداخت چون پول کس در تمام جنبه های اقتصادی بیشترین نقش را بخش تولید در اقتصاد بالای ارزش پول داره بران دافغانستان بانک فقط نحوه سیاست گذاری پول را میتونه تعیین کنه و اینکه کنترل حجم نقدینگی و یا هم دافغانستان بانک بیشتر مسئول انفلاسیون است که فعلا در شرایطی که ارزش پول افغانی پایین آمده دلیلش انفلیشن نیست دلیلش چیزهای دیگه است ممکن است انفلاسیون به عنوان یک متغیر بسیار خرد عمل کنه اینفلاسیون هم وجود داشته باشد اما با اون اندازه حادی که مثلا د بانک را خیلی تقصیر کار جلوه بیتیم نه د بانک میتونه که سیاست های پولی را طور ایار کنه که به دولت گوش کنه که دیگه ابزارهای دخالتی د افغانستان بانک کار نمیته بلکه شما کنترل حجم پول را از طریق افزایش تولید اگر امکان پذیر بسازین خوب در غیر صورت ابزارهای سیاستی د افغانستان بانک کار نمیته من نمیفهم که افغانستان بانک گفته که دیگه چیز دیگه ابزارها غیر قانونی است من نمی دقیقا کدام ابزارها رو گفته اما ابزارهایی که در اقتصاد استفاده میشه برای کنترل ارزش پول اینا ابزارهای مشخص است که هیچ کدامش غیر قانونی نیست مثلا وقتی کشور قالب نظام اقتصاد بازار را برای کشور خود میپذیره در درون اقتصاد بازار این که چگونه حجم نقدینگی کنترل شود موارد وجود داره یک دو سه چهار اینا غیر قانونی نیست که استفاده شود اما در افغانستان او ابزارها کار نمیده به خاطر چی به خاطر که سرمایه اجتماعی پایین سرمایه اجتماعی یکیش یعنی نگاه مردم به حکومت و بر برعکس نگاه حکومت به مردم وقتی این اطمینان وجود نداشت شرایط نااطمینانی باعث میشه که ای ابزارهای دخالتی مؤثر واقع نشود در کنار از این موضوعات یک بخش دیگر که نگرانی از بابت وجود داره قاچاق ارزهای خارجی به ویژه دلار از افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان است این مسئله میتونه چقدر نگران کننده باشه و اینکه چگونه پالیسی باید دست گرفته شود تا از قاچاق دلار از افغانستان جلوگیری صورت بگیره بله. ببینین در شرایط امروز چندین مسئله بالای ارزش دلار تاثیر گذاشته تنها در افغانستان ارزش دلار بالا نرفته بلکه تقاضا افزایش تقاضا به دلار اصلی ترین مورد است قیمت دلار بالا برده ترکیه شدیداً به دلار نیاز داره برای توازن ارزش پولی خود چون پولش پایین آمده ایران در قدم دوم نیاز داره که چون پولش پایین آمده در قدم سوم پاکستان نیاز داره چون بازار افغانستان از سیطره لازم حکومت بر بازارها برخوردار نیست بنابراین بسیار امکانی وافر برای دست به پول های درون افغانستان وجود داره ولی نگرانی این که افغانستان ارزهای افغانستان به پاکستان و ایران و ترکیه شاید قاچاق شوه به نظر من این خیلی نگران کننده نیست به خاطر که اگر یک ایرانی میخوای از سرای شازاده ارز اف ارز دالر را به ایران ببره خب او ارز را در مقابل چی میخره؟ تومان میتا میخره؟ چقدر تومان بلاخره میتا که سی میلیون دلار را بتانه از سرای شازاده بکشه؟ باید. یا کی دالر میتانه بخره؟ بنابراین من فکر میکنم که این ای بیشتر اما قصه است که د افغانستان بانک در مغز مردم تزریق کرده این خیلی قابل نگرانی نیست به عنوان یک متغیر کوچک به نظر من میتونه تاثیر بله. بگذارد. متغیرهای اساسی رو نه از نظر نند از نظر انداختن که فرصت نیستش تشکر محمد علی مشعل استاد دانشگاه سپاس از اینکه با برنامه حضور یافتید